دعوت ملتمسانه از شرکت‌های فرانسوی برای سرمایه‌گذاری. سفیر رژیم در فرانسه. ایران 100 میلیارد یورو طرح قابل اجرا دارد. شرکت‌های فرانسوی نیاز دارند از بعد سیاسی تشویق شوند. در حالی که رژیم و آخوندهای انگلیسی تبار از جمله شخص خامنه‌ای در ارتباط با انگلیس که آن را خودی محسوب می کنند، هر کجا که مصالح نظام اقتضا کند بیدند و ترمز به شلاق کش کردن آن تحت عنوان استعمار پیر می پردازند، اما سیاست رژیم در قبال فرانسه بسیار محتاطانه و بعضن ملتمسانه است. خبرگزاری حکومتی ایسنا در روز سوم اردیبهشت دعوت سفیر رژیم از رؤسای شرکت‌های فرانسوی را در مصاحبه با یک نشریه فرانسوی منتشر کرد. در این مصاحبه آهنی سفیر رژیم در فرانسه با لحن ملتمسانه 100 میلیارد یورو طرح قابل اجرا را به شرکت‌های فرانسوی تعارف و پیشکش می‌کند. بنویسی ایسنا با دعوت از شرکت‌های فرانسوی برای سرمایه‌گذاری در ایران. آهنی ایران 100 میلیارد یورو طرح قابل اجرا دارد. سفیر رژیم خطاب به شرکت‌های فرانسوی می‌افزاید: با وجود تحریم‌هایی که در حال حاضر روی مردم ایران سنگینی می‌کنند، ما شاهد حضور شرکت‌های آمریکایی، آسیایی و اروپایی در ایران هستیم. مشکل شرکت‌های فرانسوی در احتیاط آنهاست. وقت خوبی است برای اینکه شرکت‌های فرانسوی خود را برای این کار آماده کنند، زیرا ما نزدیک به 100 میلیارد یورو طرح قابل اجرا داریم که در قالب همکاری مشترک، سرمایه‌گذاری مشترک و همکاری دو جانبه می‌توانند محقق شوند. من به شرکت‌های فرانسوی اطمینان دادم که آنها می توانند روی کمک‌های ما حساب کنند. سفیر رژیم به طرز رقت‌انگیزی می افزاید: در ایران ما یک سیستم دموکراتیک منحصر به فرد داریم که در فرانسه که یک کشور لایق است قابل فهم نیست. یک مدل دموکراتیک که بر پایه دینی استوار است، ولی در این حال دموکراتیک هم هست. شاید کمبودهایی داشته باشد، ولی این مدل دموکراتیک میلانی 35 ساله در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان و امنیت اجتماعی و پیشرفت‌های علمی و فرهنگی در ایران دارد. این میلان مهم است.